امروز قسمت دوم دوره رشد معنوی و رسیدن به آرامش رو شروع میکنیم. قبلش تاکید میکنم به دقت به مباحثی که مطرح میشه گوش کنین و فوراً در موردش موضع نگیرین و صبر کنین تا استدلالهای من تکمیل بشه. برای درک بهتر این مطالب به هر سه قسمت نیازه. در این قسمت در مورد تفکراتی که آرامش و معنویت شما رو به خطر میندازن صحبت میکنن. خیلی ها تصور میکنن که آدم خیلی خوبی هستن، اما در زندگی اتفاقهایی براشون میفته که دلیلش رو متوجه نمیشن، یا میگن ما که آدم خوبی هستیم پس چرا این اتفاقها میفته؟ آیا خوب بودن کار اشتباهیه؟ یا این افراد فکر میکنن که خوب هستن و از حقیقت فاصله گرفتن؟ شاید هم هیچ اتفاق عجیبی رخ نده و فقط باید منطقی تر به پدیده ها نگاه کنن. در قسمت اول به این موضوع اشاره کردم که هرچقدر روی مسائل اخلاقی دقیق تر بشیم متوجه میشیم که هیچ کس کاملا خوب و اخلاقی نیست. از طرفی مسیر اخلاقی بودن بی انتهاست و ما هر کدوممون یه جایی از این مسیر قرار داریم و نمیتونیم تا تهش رو بریم. مهم در مسیر اخلاقیات و معنویت بودنه. الان میخوام مثال جالبی رو در این زمینه مطرح کنم. اگه یه فردی سیستم گرمایشی خونش رو کمتر کنه، یعنی طوری که از سرما مقداری اذیت بشه و دمای خونش مطبوع نباشه، در عوض مبلغی رو هر ماه میتونه پسنداز کنه، یعنی هر ماه پول کمتری بابت انرژی میده. این پولی که به دست میاد باهاش میتونه یه فقیر رو از گرسنگی نجات بده. اما اکثر آدما این کارو نمیکنن، یعنی ترجیح میدن خونهشون گرم باشه و سردشون نشه، در عوض یک نفر گرسنگی بکشه یا بمیره. بسیاری از ما ممکنه کار خیر هم بکنیم، شاید یه نفر بارها به خیریه‌ها و فقیرها کمک کرده، اما باز هم حاضر نیست سرما رو قدری تحمل کنه تا با پولی که به دست میاد گرسنگی رو سیر کنه. پس در این لحظه این فرد خودخواه و غیر اخلاقیه، یعنی انگار یک پکیج یا بخاری داریم که با گرسنگی فقیران کار میکنه. پس شاید شنیدین که اساتید معنوی میگن در هر صورت همه ما گناهکار هستیم. ممکنه یکی این مثال رو قبول نداشته باشه به این علت که بگه فقیر خودش مقصره یا دولت ها مقصرن. تقصیر من نیست که اون فقیره، من تلاشم رو کردم و ثروتمند شدم و الان میخوام راحت زندگی کنم و مسئول زندگی دیگران نیستم. اگه اینطور فکر میکنین به این مثال توجه کنین. در حالت اول یه نفر بدون هیچ دلیل موجهی به شخصی حمله میکنه و میکشش. همه موافقن که این آدم جنایت کرده و مجرمه. در حالت دوم تصور کنین یک قاتل یه نفر رو به ریل قطار بسته و قطار تا چند دقیقه دیگه از روی این فرد رد میشه و میکشش. یه اهرم مقابل شماست که اگه اهرم رو فشار بدین جهت ریل تغییر میکنه و قطار از روی فرد رد نمیشه. بعدش هم میتونین برین و فرد رو نجات بدین. در این حالت شما اون فرد رو به ریل نبستین، کس دیگه ای بسته. راننده قطار هم شما نیستین، شخص دیگه ای قرار عمدن یا سهواً از روش رد بشه. شما قاتل نیستین، اما همه موافقن که اگه شما اهرم رو فشار ندین و جون اون شخص رو نجات ندین از نظر اخلاقی گناهکار هستین و در قتلش شریک شدین. پس اینکه شما حاضر نیستین کیفیت زندگیتون رو کاهش بدین تا با پولی که اضافه میاد به نیازمندی کمک کنین تا حد زیادی شبیه همین مثال قطاره که انگار کاری نمی‌کنین و اهرم رو فشار نمیدین. اگرچه فشار دادن اهرم سختی کمتری داره نسبت به تحمل سرما، ولی نوع عملکرد شما تقریبا یکسانه، یعنی شما مستقیما عامل رنج کسی نیستین، اما میتونین کاری کنین و جلوش رو بگیرین، ولی این کارو نمیکنین و با کاری نکردن اجازه میدین اون اتفاق رخ بده. قصد من این نیست که حس گناه بهتون بدم، بلکه میخوام بهتون نشون بدم که مسیر اخلاقی بودن بی انتهاست و هر کدوم از ما یه جایی از این مسیر هستیم و نباید توهم کاملا خوب بودن و پاک بودن داشته باشیم. از طرفی با پذیرفتن اینکه نمیتونیم به طور 100% اخلاقی و درست کار باشیم، باید متوجه بشیم که اگر اشتباهی کردیم لازم نیست همه عمر غصه بخوریم و به خاطرش خودمون رو سرزنش کنیم و زندگیمون آسیب ببینه. در هر صورت ما فرد گناهکار و خطاکاری هستیم و مقداری کار غیر اخلاقی و اشتباه توی زندگیمون هست. اگه اون اشتباه رو نمی کردیم حتما اشتباه دیگه می کردیم. با اخلاق بودن به صورت کامل غیر ممکنه. پس باید به چیزی که درسته آگاه بشیم و سعی کنیم در جهت درستی حرکت کنیم. همه ما در لحظاتی از زندگی از روی احساس یا عدم آگاهی تصمیماتی گرفتیم که اشتباه بوده.
و باعث آسیب به خودمون یا دیگری شده. اگه میتونیم جبرانش کنیم و فرصت جبران هست، باید این کار انجام بدیم تا به آرامش برسیم. اما اگه امکان جبرانش نیست، باید اون رو رها کنیم و بپذیریم که ما هم مثل فرد دیگه خطاکار هستیم و باید از این به بعد سعی کنیم اخلاقی تر و درست‌تر رفتار کنیم. چیزی که با این موضوع مرتبطه ایدئال‌گرایی و کمال‌گراییه که باعث میشه آرامشتون به راحتی به خطر بیفته، چون انتظار کامل بودن و بی‌نقص بودن از خودتون و دیگران دارین. همین مورد و بعضیا که به دنبال استاد متافیزیک میگردن دارن. این افراد کل عمرشون به دنبال فردی میگردن که کامل باشه و مطمئنن هرگز چنین فردی رو پیدا نخواهند کرد، مگه اینکه اون فرد بتونه ضعف‌ها و جنبه‌های منفی خودشو براشون پنهان کنه. آرامش من برای نقصایی که ممکنه داشته باشم به هم نمیخوره، چون خیلی ساده پذیرفتم که پرفکت نیستم و نقصایی دارم، دیگران هم دارن. کسی که ادعا میکنه آدم بی نقصیه، به علت عدم صداقتی که داره آدم قابل اعتمادی نیست. اگه نقص یا ایراد من به دیگران آسیب میزنه، باید سعی کنم برطرفش کنم. اما اگه اینطور نیست، نباید به خاطرش آرامشم رو به خطر بندازم. حالا اگر من فرد کمالگرا و ایدئالگرایی بودم و میگفتم باید حتما کامل و بی نقص باشم، اون وقت این موارد اذیت هم میکرد. باید سعی میکردم برطرفشون کنم و به خاطرش به زحمت میافتادم. یا اینکه باید مدام با بقیه بحث و جدال میکردم تا ثابت کنم نقصی که من دارم نقص یا ایراد نیست و شما اشتباه میکنید. یعنی جهانبینی خودم رو باید از واقعیت دور میکردم. اما بعدش دیگران دوباره با من بحث میکردن و آرامش من به راحتی قربانی یک موضوع بی اهمیت میشد. بعضی چیزها مثل دستخط شاید تغییر دادنش سخت نباشه، اما بعضی چیزها تغییر دادنش مشکله یا امکان پذیر نیست. مثلا چهرمون تغییر دادنش کار مشکلیه و اگه خودمون رو به این شکلی که هستیم نپذیریم و بخوایم بی نقص باشیم، دچار رنج‌های مختلفی میشیم. صفر و صدی فکر کردن هم چیز بسیار بدیه که آرامش شما رو ازتون میگیره. متاسفانه اکثر مردم صفر و صدی فکر میکنن. مثلا وقتی من موضع خودم رو در مورد برون فکنی گفتم که به نوعی تابو شکنی محسوب میشد، چند نفری عصبانی شدن و آرامششون به خطر افتاد. یکی از اونا گفت من چند سال شما و محتواهاتون رو دنبال میکنم و شما مثل بچه 12 ساله هستید، گمراه هستید و اتهاماتی به من زد. این موضع گیری از صفر و صدی فکر کردن میاد. یعنی ایشون خیلی راحت میتونست بگه من با این نظرتون مخالفم یا با این محتواتون مخالفم و قبولش ندارم. اما وقتی دید من حرفی زدم که با باوراش جور در نمیاد، هدفش این شد که کلا من رو زیر سوال ببره و ثابت کنه که من هیچی نمیدونم و پرونده من رو ببنده. در صورتی که اگر من اشتباه هم کرده باشم، قضاوت من به صورت کلی درست نیست. به این میگن صفر و صدی فکر کردن. حرف ایشون صادقانه هم نبود، چون اگر من واقعا اینطور بودم، پس چرا چند سال محتوای من رو دنبال کرده و چرا زودتر نفهمیده که ارزش دنبال کردن ندارم؟ این فرد به جای این کار میتونست خیلی صادقانه تر بگه با این حرفتون یا با این چند حرفتون مخالفم. دلیل اشتباه بودن این حرفتون همینه. این صفر و صدی فکر کردن رو خیلی ها دارن. مثلا در مورد شاه سابق ایران، یک عده در حد خدا بردنش بالا و میگن هیچ ایرادی نداشته. یه سری ها هم دقیقاً برعکس این فکر میکنن و میگن آدم کاملا فاسد و گمراهی بوده و هیچ کار مثبتی نکرده، حتی سواد هم نداشته و هزار انگ بهش میزنن. هر دو گروه از این حقیقت که یک نفر نه کاملا درست و بی‌نقصه و نه کاملا بد و منفی فاصله گرفتن. هر کسی یه درصدی از افکار، گفتار و اعمالش درسته و یه درصدی هم اشتباه. باید دید که کدوم کفه ترازو سنگین تره. اگه کفه درستی سنگین تره، ارتباط و حمایتمون رو باهاش میتونیم حفظ کنیم، و اگه کفه بدی و اشتباه سنگین تره، بهتر حمایت و ارتباطمون رو ازش قطع کنیم. و در هر دو حالت نقد مجاز و مفیده، اما توهین و تمسخر ممنوعه که در جلسه سوم در موردش صحبت خواهم کرد. وجود یک یا چند اشتباه یا نقص نباید باعث بشه که کلا بخوایم یک نفر رو نابود کنیم و بالعکس یه نفر رو اونقدر بالا ببریم که حتی دیگه نقد کردنش ممنوع بشه. همین اشکال رو یه سری برای علم دارن. مثلا میگن علم پزشکی خطا میکنه، در نتیجه خوب نیست و باید کلا کنار بذاریمش. به این میگن صفر و صدی فکر کردن که باید ازش فاصله گرفت. قبلا اشاره‌ای به حقیقت جویی کردم و گفتم اگه حقیقت رو ندونیم، ممکنه تصمیمات غیر اخلاقی بگیریم و حتی فکر کنیم که کار درستی کردیم. این حقیقت جویی فقط برای مواقع لزومه
و باید همراه با عقلانیت باشه. متاسفانه خیلی از افرادی که برای رسیدن به آرامش با مانع بزرگی روبرو هستن، دلیلش حقیقت جویی افراطی و غیر منطقی هستش. اگه میخواین آرامش شما به خطر نیفته، خیلی مهمه که از تئوری‌های مختلف و حدسیات فاصله بگیرین و فقط حقایق عینی و اثبات شده و توضیحاتی که مستندتر و ساده‌تر هستن رو بپذیرین و خیلی روی باور یا عقیده خاصی پافشاری نکنین. چند مثال در ادامه میزنم برای اینکه منظورم رو برسونم. حواستون باشه که در مورد درستی یا نادرستی مثال‌ها جدل نکنین و به پیامی که میخوام بدم دقت کنین. یکی از ساده‌ترین و موجه‌ترین توضیحات در مورد سینمای آمریکا اینه که از افراد و گروه‌های مختلف با عقاید مختلف تشکیل شده. این باور که نسبت به باورهای دیگه مستندتر و ساده‌تره، مشکل خاصی ایجاد نمی‌کنه و آرامش ذهنی رو به خطر نمی‌ندازه. اما باوری که بعضی‌ها نسبت به هالیوود دارن، آرامش اونا رو به خطر می‌ندازه. طبق توضیحی که دادم، وقتی کارگردانی مثل ریدلی اسکات به حضرت موسی توهین می‌کنه، این فرد باور داره که انسان‌ها مخلوق فرازمینی‌ها هستند و ادیان دروغن. یا وقتی در فیلم جادو در مهتاب می‌بینیم دختری که مدعی قدرت‌های ماوراییه از کسی که معتقد هیچ قدرت ماورایی وجود نداره شکست می‌خوره و معلوم میشه دختر کلاهبردار بوده، می‌دونیم که سازنده فیلم وودی آلنه که به ماورا طبیعی اعتقاد نداره. یا برعکس، فیلم‌هایی هم هستن که در تایید ماورا هستن، یا فیلم‌هایی که صرفاً ساخته میشن چون طرفدار دارن و هدفشون صرفاً پول دربردنه. می‌دونیم که حامیان حقوق زنان فیلم می‌سازن، حامیان حقوق حیوانات فیلم می‌سازن، حامیان اقلیت‌های جنسیتی و حامیان سیاه‌پوست‌ها هم فیلم می‌سازن. گاهی عده‌ای با انگیزه‌های خوب و گاهی عده‌ای با انگیزه‌های بد فیلم می‌سازن. گاهی هم افرادی که ایده‌های جدید و خاص دارن فیلم می‌سازن. این دیدگاه ساده و سرراسته و به راحتی متزلزل نمی‌شه. اما زمانی که یک نفر به سراغ تئوری‌ها میره، خصوصا تئوری‌های توته، اون وقت آرامشش به راحتی تهدید میشه. مثلا کسی که میگه هالیوود یعنی چوب مقدس و چوب مقدس یعنی عصای موسی و عصای موسی یعنی هالیوود در خدمت یهود، این یه دیدگاه خاصه. حالا بعد اینکه آمریکا فیلم موسی رو میسازه و بهش توهین میکنه، یا وقتی در مورد سلیمان فیلمهایی میسازه و توی این فیلمها سلیمان یک فرد نالایقه که هیچ معجزه‌ای هم نداره و مردم رو به فقر و فلاکت کشونده، اگه این فرد مذهبی باشه، نه تنها ناراحته که چرا به پیامبرانش توهین شده، بلکه ذهنش درگیر اینم هست که چرا هالیوود در خدمت یهود به پیامبران یهود توهین میکنه. باید توجیهی برای این کار هم پیدا کنه و به سراغ حدس‌ها و تئوری‌های دیگه بره و آرامش ذهنیش به راحتی از بین میره. چند مثال دیگه میذارم تا بتونم نتیجه گیری کنم که چرا برای افزایش آرامش و معنویت باید از تئوری‌ها دوری کنین و ساده‌تر و سرراست‌تر فکر کنین. در این مثال ها نمیخوام بگم چی درسته و چی غلط، بلکه هدف من این هست متوجه بشین تئوری ها آرامش رو از شما میگیرن و اکثرشون هم دید منفی نسبت به دنیا به ذهنتون میدن. مثلا در مورد سیاست، هر چیزی که ما میگیم تئوری محسوب میشه که به طور قطعی قابل اثبات نیست. فقط برای توضیح جنگ اوکراین ده ها تئوری و باور مختلف در جهان وجود داره. تئوری ها آرامش رو از شما میگیرن چون مدام شرایط تغییر میکنه و باید برای دفاع از تئوری‌هایی که بهشون اعتقاد دارین تلاش کنین و با دیگران بحث کنین. حتی اگه با کسی در ارتباط نباشین، خودتون بعد از اتفاقایی که باوراتون رو زیر سوال برده، مجبورین درگیر من ذهنی بشین و به دنبال پاسخ‌های جدید باشین و آرامشتون به خطر میفته. به همین خاطره که اساتید معنوی میگن باید از همه باورها رها بشین و باور خاصی نداشته باشین. میدونم که علاقه‌مندان به ماورا عاشق تئوری‌ها هستن، اما اگه خواهان آرامش و معنویت هستین، باید ازش فاصله بگیرین. اگه این کارو کنین، در مسیر آرامش و معنویت تا حد زیادی جلو میافتین. من خودم این مسیر رو تجربه کردم. در نوجوانی کتابی نوشتم که تئوری محسوب میشه، چون اون زمان تئوری ها رو دنبال میکردم. اما تا زمانی که چیزی به حقیقت منجر نشده و اثبات نشده، آرامش ما رو میتونه به خطر بندازه. مثال بعدی در مورد انگلستان. توضیح مستندتر اینه، طبق قانون این کشور با سابق فرق کرده و تبدیل به پادشاهی مشروطه شده که به دموکراسی نزدیک‌تره و شاه یا ملکه قدرت سیاسی زیادی ندارن، حتی حق رأی هم ندارن. هرچند که در حال حاضر عده زیادی از مردم اونجا به دنبال سیستم جمهوری هستن و معتقدن مدل جمهوری مدل بهتری نسبت به پادشاهی مشروطه.
با این حال خیلی از ایرانی ها معتقد بودند که ملکه برای کل جهان نقشه میکشید و کل جهان رو بریتانیا کنترل میکنه و چیزهایی که خودتون میدونین و احتمالاً خیلیاتون بهش اعتقاد راسخ دارین. منم نمیخوام بگم که این عقیده اشتباست، اما شما برای موجه کردن این باور باید یه سری تحلیل ها ارائه کنین، حداقل برای خودتون. تئوری های سیاسی این هر تئوری دیگه ای شبیه چوب مقدس هالیوود ممکنه هر آن یه اتفاقی بیفته و یهو برن زیر سوال. دقیقاً وقتی یه هندی نخست وزیر بریتانیا شد، جهان بینی این افراد رفت زیر سوال. حالا برای دفاع از عقیدهشون باید به تئوری های جدیدی متوسل بشن، مثلا بگن بریتانیا افول کرده یا نقشه جدیدی تو راهه یا اینکه این هندی نیست، ظاهرش هندیه. این حرفی که برای اوباما میزدن، یه عده میگفتن سیاه‌پوستا محاله در آمریکا به قدرت برسن و بعدش اوباما شد رئیس جمهور آمریکا و باید میرفتن سراغ اختراع تئوری های جدید برای توجیه کردن تئوری قبلی. بعدش گفتن این سیاه‌پوست علکیه، ظاهرش سیاهه اما فرق میکنه با سیاه‌پوستای دیگه، و مطمئنم خودشون هم از این توجیه از ته دل راضی نشدن و هنوز ذهنشون درگیر اتفاقی بوده که رخ داده، در صورتی که در قانون آمریکا چنین چیزی شدنیه و اگه شد نباید تعجب کرد. همونطور که من وقتی میبینم در بریتانیا مشکلی برای به قدرت رسیدن یه هندی وجود نداره، وقتی هم این اتفاق بیفته آرامشم آسیبی نمیبینه. حرف من این نیست که این تئوری‌ها درستن یا غلط، شاید هم درست باشن. شاید بگین ایمان چه ساده است که نرفته سراغ تئوری‌ها، رجوع میکنه به دایرتور معارف‌ها و قوانین مکتوب و هر توضیحی که ساده‌تر باشه. ببینید دوستان، باور داشتن به تئوری‌ها سخت نیست، حتی اختراعشون هم سخت نیست، چه برسه به باور داشتن بهشون. حرفم اینه که اگر شما به دنبال آرامش و معنویت هستین، باید از تئوری‌ها فاصله بگیرین و تا حد امکان ساده و سرراست فکر کنین و به چیزهایی باور داشته باشین که واقعیت‌های عینی هستن و مستندتر هستن. در واقع باید از روش تیغ اوکام استفاده کنین. اگه این کارو نکنین، رسیدن به آرامش و معنویت براتون سخت میشه و در بهترین حالت به آرامش و معنویت سطحی و موقتی میرسین. یه سفر عرفانی میرین یا یه مراقبه انجام میدین و دوباره چند ساعت بعد یا چند روز بعد آرامش و معنویتتون به راحتی از بین میره و گرفتار من ذهنی میشین. وقتی که من نوجوان بودم راجع به هارپ شنیدم و خیلی ترسیدم و گفتم حالا چطوری بخوابم؟ آمریکا میتونه سفر رو تو سرم خراب کنه. اون زمان این موضوع آرامش من رو به هم زد. اما الان اگه کسی از من سوال کنه که آیا این کار شدنیه، میگم این یه تئوریه. ممکنه درست باشه، ممکنه نادرست باشه. آشکارا اعلام شده که هدفش علمیه و قابلیت ایجاد زلزله نداره. اما تئوری در موردش زیاده، از زلزله تا ایجاد بیماری. بر علیه تئوری‌ها هم مقاله زیاده. هنوز ما موجه نیستیم که هیچ کدام از این تئوری‌هایی که در مورد هارت مطرح میشه به طور 100% بپذیریم. پس آرامشمون رو قربانی این مسئله نمی‌کنیم و در شکاکانه‌ترین حالت میتونیم نسبت بهش ندانم‌گرا باشیم و در خوشبینانه‌ترین حالت میتونیم توضیحی که برای عموم مردم منتشر شده رو قبول کنیم. حتما متوجه شدین افراد ساده که از شهر و تکنولوژی و سیاست و همه چیز به دورن، معمولا آرامش و معنویت بالاتری هم دارن. راهکار به این صورته که به صورت کلی اول اینو در نظر بگیرین که آیا اون مسئله به شما مربوط میشه یا نه. مثلا در مورد جوان موندن بازیگرا، تئوری اول میگه داروی شیطانی مصرف میکنن و تئوری دوم میگه بعضی از آدما مثل خود من به دلایل ژنتیکی، تغذیه و سبک زندگیشون خوب میمونن. تئوری دوم مقبولیت بیشتری در جامعه داره و مستندتر و ساده‌تره. در نتیجه پذیرفتن دومی آرامش بیشتری داره. اما مهمتر اینه که اگه اولویت برای من آرامشه، این موضوع که چرا عمو پورنگ خوب مونده اصلا به من مربوط نمیشه و به خاطرش ذهنمو درگیر نمیکنم. اگه چیزی هست که به زندگی من مربوطه و تأثیر مستقیم داره، یعنی بهزیستی منو به خطر میندازه، در این صورت میتونم در موردش تحقیق کنم و باز هم بهتر چیزی که مقبولیت بیشتری داره رو قبول کنم. ممکنه بگین اگه به خطر افتادیم چی؟ اگه اشتباه کردیم چی؟ ببینین در هر صورت علم و عقل محدودیت‌هایی دارن و ممکنه خطا کنین. شما به سراغ تئوری‌های مختلفم که برین ممکن اشتباه کرده باشین. شما فرض رو گذاشتین بر درست بودن چیزی که بهش باور دارین، اما ممکنه اشتباه کرده باشین. بنابراین بهتره سراغ حقایق ساده‌تر و مستندتر برین. طبق روش تیغ اوکام که منطق‌دان و فیلسوف انگلیسی ابدا کرد، احتمال بروز اشتباه در توضیحات پیچیده خیلی بیشتر از توضیحات ساده و سرراسته. پس باور به توضیحات ساده‌تر ریسک کمتری داره.
بنابراین طبق احتمالات بهتر به سراغ توضیحات ساده‌تری بریم که پیش‌فرض‌های کمتری هم دارن. مثلا الان می‌دونیم که ورزش خوبه و اکثر عقلا بهش باور دارن، اما بعدها ممکنه بفهمیم ورزش برای سلامتی مضر بوده. ولی الان موضع موجه پذیرفتن اینه که ورزش خوبه و ما بقیه تئوری‌هایی که بر علیه ورزش هستن ضعیف‌ترن و مقبولیت کمتری توی جامعه دارن. بنابراین طبق احتمالات پذیرفتن چیزی که اکثر عقلا و دانشمندا روش اتفاق نظر دارن کار درست‌تریه و احتمال درست بودنش بیشتره. آرامش روانی بیشتری هم داره، چون اونا متخصص این موضوع هستن و میتونن براش شواهد خوب ارائه کنن. این گفته با مغالطه توسل به اکثریت فرق میکنه. در این مغالطه مثلا گفته میشه چون اکثر مردم میگن سیگار ضرر نداره یا این کار انجام میدن پس اشکالی نداره. اینجا مغالطه توسل به اکثریته. اما توسل به گفته‌های اکثریت دانشمندا و عقلا مغالطه نیست، چون اونا میتونن اثبات و شواهد خوب برای ادعاشون ارائه کنن. عمر هر کدوم از ما حتی اگه 1000 سال هم باشه کفاف نمیده که روی تک تک مواردی که در زندگی باهاشون روبرو هستیم تحقیق کنیم و حقایق رو کشف کنیم. بنابراین با روش تیغ و کام توسل میکنیم به توضیحات ساده‌تر و مستندتر که اکثر عقلا و دانشمندا ارائه میکنن و بهتر توضیحاتی که مقبولیت کمتری دارن زیاد جدی نگیریم. اما به صورت کلی اگه شما شغلی مرتبط با سیاست دارین یا شغلتون خبرنگاریه یا تولید محتوای خبری یا تحلیلی و آگاه کردن بقیه هستش، یا اینکه کشف چیزی براتون اولویت بالاتری نسبت به آرامش داره، مجبورین آرامش و معنویت خودتون رو قربانی کنین و اون وقت تئوری‌ها و حتی حرف اقلیت‌ها براتون مهم میشه. اما اگه اولویت برای شما آرامش و معنویته، باید طبق چیزی که گفتم عمل کنین. مورد بعدی در مورد زندگی کردن طبق نظر دیگرانه. حتما دیدین که توی شبکه‌های اجتماعی وقتی بازیگری عکس خودش رو منتشر می‌کنه، خیلی‌ها میگن زشت شدی یا قبلا بهتر بودی یا چرا اونجا وایسادی و از این حرفا. ما نباید طبق نظر دیگران زندگی کنیم. بهسیستی ما به دیگران ارجحیت داره تا وقتی که بهسیستی دیگران آسیب نبینه. بعضی از اساتید معنوی میگن برای رسیدن به معنویت شما باید در هر صورت دیگران رو به خودتون ارجح بدونید و همه چیز رو فدای دیگران کنی. در واقع مسیحوار زندگی کنی. حتی غذاتون رو بدین به دیگران. ازدواج نکنین و چیزی رو برای خودتون نخواین. مسافرت، تفریح و همه اینا رو کنسل کنین. خلاصه اینکه ماکسیموم کمکی که از دستتون برمیاد برای دیگر موجودات زنده انجام بدین. در این صورتی که به معنویت میرسین. اما این سیستم اخلاقی شاید یه جاهایی به مشکل بخوره. طبق این تفکر نباید درس بخونین، چون به خاطر ما درخت‌ها قطع میشن و تبدیل به دفتر و کتاب میشن. رفت و آمد اون به مدرسه هوا و محیط زیست رو آلوده میکنه. یا هزینه‌ای که صرف تحصیل میکنیم میتونیم باهاش گرسنه‌ای رو نجات بدیم. من فکر میکنم قابل دفاع ترین سیستم اخلاقی چیزی که توضیح دادم، یعنی بهسیستی خود ما اولویت داره نسبت به دیگران، سپس حیوانات و گیاهان و بعد اجسام بیجان. و چون خودمون رو ارجح در نظر گرفتیم، مسئولیت‌هایی هم به گردنمونه. اما اگه یه نفر واقعا از ته دل بخواد مسیحوار زندگی کنه و اینطوری آرامش درونی بیشتری داره، اشکالی نداره که این کارو کنه و کارش برای ما ارزشمنده. اما به صورت کلی چیزی که برای همه بخواد پیشنهاد بشه میتونه سیستمی باشه که در موردش صحبت کردم. در ویدیو بعدی در مورد ارتباط داشتن با افراد مختلف و گفتگو با اونها، همینطور خودشناسی و تمریناتی که برای افزایش آرامش و معنویت میتونین انجام بدین صحبت خواهم کرد.